زندگینامه داوود سرخوش، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز اهل افغانستان. با من محمد نسیم گلمیری در چینل روزنما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. با یک از دیگر ویدیوهای چینل روزنما خوش آمدید. در این ویدیو به زندگینامه داوود سرخوش میپردازیم. امیدوارم تا آخر ویدیو همراه ما باشید و فراموش نکنید برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک کرده و چینل روزنما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. آدم بالای بوری عاشق هوشیار من مردم آدم نامو گزوار. داوود سرخوش در 26 اپریل 1971 میلادی در قریه قجرباش ولسوالی سنگتخت ارزگان، یعنی دایکندی فعلی، در یک خانواده ای از هزاره چشم به جهان گشود. پدرش غلام حیدر از جمله افراد موثر منطقه به شمار میرفت، هم در زمان محمد ظاهر شاه و هم محمد داوود وکیل انتخابی منطقه بود و به همین دلیل به نام وکیل شهرت داشت. غلام حیدر وکیل با کیمیا مادر داوود سرخوش که در تذکره به نام فاطمه بود ازدواج کرد. حاصل ازدواج آنها 4 پسر و 8 دختر بود. از آن جمله 1 پسر و 1 دختر دیگر در قید حیات نیستند. غلام حیدر از 2 ازدواج دیگر خود فقط صاحب 1 فرزند شد. داوود سرخوش که به عنوان 11 فرزند خانواده به دنیا آمده است، هنوز کودک پیش نبود که مادرش را از دست داد. تا 7 سالگی قرآن کریم، خواجه حافظ و شاهنامه را در خانه نزد پدر خواند. وقتی یگانه معلم قریه از هرات بود، در سال 1978 میلادی مانند همیشه به قریه آمد. پس از امتحان گرفتن دید که داوود خواندن و نوشتن میتواند، او را مستقیما شامل صنف 3 ساخت. سال بعد در آغاز صنف 4 که تازه قلم، کتاب و کتابچه را از مکتب گرفته بودند، یک بار جنگ آغاز شد. میز و چوکی که مکتب آنها به عنوان یگانه مکتب در منطقه آن را تازه به دست آورده بود سوزانده شد و آن یگانه معلم قریه هم به سختی توانست جان سالم به در ببرد. هنگام قیام های مردمی بود، سازمان ها به وجود آمدند و همراه با فراوان شدن سازمان ها شعله های جنگ افروخته تر شد. بسیاری از افراد موثر منطقه جان خود را در آن نبردها میان سازمانی از دست دادند. در شب اول عید قربان سال 1983 میلادی در اثر یک حمله وسیع در منطقه 23 تن از اعضای خانواده داوود به شمول برادر سرور سرخوش، کاکا، پسران کاکا، پسران اما و پسران ماما در یک شب به قتل رسیدند. کودکان و زنان خانواده که از دم تیغ قتل عام نجات یافته بودند، مدتها در حال کوچ بودند تا اینکه غربت سرای کویته را به عنوان اقامتگاه موقت برگزیدند و یک بار دیگر در آنجا کنار هم جمع شدند. داوود به علت ناشنایی با زبان اردو مکتب را باید دوباره آغاز میکرد. صنف اول تا 3 را در یک سال و صنف 4 و 5 را در سال دیگر خواند. در شهر کویته در مجموع اجازه یافت تا صنف 10 را به پایان برساند. تحصیل بیشتر برای مهاجرین میسر نبود. سال 1999 میلادی از پاکستان به انگلستان رفت. یک سال را در انگلستان به سر برد و از سال 2000 میلادی بدین سو در اتریش در شهر ویونا به سر میبرد. داوود در سال 1995 میلادی با کوپرانگزاد که از کودکی با هم آشنا بودند ازدواج کرده و هر دو صاحب 3 پسر به نام های صبور، ذوالفقار و یاسر هستند. می نوشتم بیت رنگی رنگ اگر می داشتم. فعالیت هنری داوود سرخوش. داوود در سن 9 سالگی شروع به یاد گرفتن ساز دنبوره در نزد برادر سرور سرخوش کرد و از 17 سالگی آواز خواندن را آغاز کرد. ساز هارمونیه را در نزد مرحوم ارباب علی خان، آهنگساز پاکستانی از ایالت سند، فرا گرفت. او تا کنون 5 آلبوم به صورت رسمی به بازار عرضه کرده است که معروف ترین آلبومش سرزمین من است که در افغانستان و ایران مورد توجه قرار گرفت. سرخوش بیشتر آهنگای آلبوم هایش را خودش ساخته و اجرا می کند. ترانه های بیشتر از سروده های وای هستند، اما از آثار شاعران معاصر افغانستان و ایران نیز بهره می برد. سرخوش تا کنون کنسرت های زیادی را در کشورهای مختلف اروپایی از قبل روسیه، هلند، نروژ، سویدن، دنمارک و نیز کنسرت هایی را در شهرهای مختلف ایران و استرالیا برگزار کرده است. وی در سال 2016 میلادی از طریق دولت افغانستان به عنوان استوره موسیقی افغانستان شناخته شده است.
تشکر از اینکه با ما در این ویدیو همراه بودین. لطف نمود نظریتتان را با ما شریک سازید تا در ویدیوی بعدی از آن استفاده کنیم. اگر تا حال چینل روزنامه را سابسکرایب نکردین، حالا چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.